سلام، من پدرامم، اینجا فیلم بازه. بریم معرفی فیلم جادوگری دو. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. فیلم جادوگری دو محصول دیزنی، یک فیلم کمدی ترسناکه که کارگردانی اون رو آن فلچر انجام داده و دنبالی بر فیلم جادوگری محصول سال 1993 هستش. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. خواهران ساندرسون در روستایی به نام سلیم زندگی میکنن. مردم اون روستا باشون دشمنی دارن و به دستور کشیش قراره که سه تا خواهر از هم جدا شن، اما اونها فرار میکنن و به جنگل ممنوعه میرن. در جنگل اونها با یک جادوگر روبرو میشن که جادوگر کتاب جادویش رو بهشون میده و اونها رو تبدیل به جادوگرهای قدرتمندی میکنه. 300 سال از این اتفاق میگذره و دو دختر نوجوان در شب هالووین با استفاده از وسایلی که از یک لوازم جادوگری فروشی خریداری کردند به طور اشتباهی خواهران ساندرسون رو احضار میکنند و اونها هم میخوان که از مردم شهر سلیم که ازشون کینه به دل دارن انتقام بگیرن و اونها رو بکشند، اما اونها باید با دنیای جدید و اتفاقاتی که در اون دنیا میفته خودشون وقت بدن و بتونن با استفاده از جادوشون انتقام خود رو از مردم شهر سلیم بگیرن. آن فلچر علاوه بر این فیلم کارگردانی فیلم های سفر گناه، فیلم دامپلین و اولین فیلم از مجموعه استپاپ رو انجام داده. بیت میلر در فیلم های گلوریا، فیلم زنان، فیلم غرق شدن مونا و فیلم ثروت ظالمانه هم بازی کرده. سارا جسیکا پارکر در فیلم هایی همچون اینجا و الان، فیلم شکست در اجرا، فیلم ماه عسل در وگاس و فیلم خانواده استون بازی کرده. کتی ناجیمی در فیلم های فرزندان یک، فیلم پنج، فیلم برنامه ریز عروسی و فیلم نوادا هم بازی کرده. خب همونطور که گفته شد این فیلم ادامه بر فیلم جادوگری سال 1993 که اون فیلم در زمان خودش شکست خورد در گیشه و ضرر زیادی به دیزنی وارد کرد، اما با وارد شدن به پخش اکستریم تبدیل شد به یک فیلم کلاسیک هالیوودی و به همین دلیل دیزنی تصمیم گرفت که دنباله بر اون فیلم بسازه و سه بازیگر اصلی بازیگران نقش خواهران ساندرسون هم برای این فیلم برگشتند. فیلم خوب و سرگرم کننده فیلم که علاوه بر کمدی بودن موزیکال هم هست و موسیقی ها و موزیک های خوبی هم داره که زیاد و ذوق نمیزنن و اضافه نیستن. کلا میشه گفت یک فیلم تینیجری خوبه و در رده فیلم های تینیجری قابل توجه و ارزش دیدن و تماشا کردن و وقت گذاشتن رو داره، در حالی که فیلم خیلی خوب و درجه یکی برای بزرگسالان شاید نباشه، ولی حتما نوجوانان از دیدن فیلم لذت خواهند برد. خب ممنون که تو این ویدیو با ما همراه بودید. با کامنتاتون ما راهنمایی کنید که ویدیوهای بهتری بسازیم. اگر دوست داشتید ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.